بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها آقایون، روزتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم در این سال تحصیلی جدید با درس ادبیات فارسی دهم. امیدوارم که توی این سال تحصیلی بتونیم با هم خوب پیش بریم و یه آمادگی کسب کنیم برای سال آینده‌ای که شما انشالله امتحان نهایی خواهید داشت و نیاز دارید که کاملا آماده باشید برای اون امتحان نهایی که نمرش بسیار مهمه برای شما در سوابق تحصیلیتون و در نهایت در نتیجه آزمون ورودی دانشگاهتون. امیدوارم که انشالله جلسه اول کلاس رو دیده باشید. اگر خاطرتون باشه در جلسه اول کلاس ما یه مقداری از جزوه دستور رو با هم پیش رفتیم و بعدش رفتیم به سراغ کتاب درسیمون. دو جلسه ما اینجا با هم کلاس خواهیم داشت انشاءالله. توی این دو جلسه ما دستور رو پیش خواهیم برد، سال تحصیلی هم که شروع بشه بعدش از مهر ماه انشاءالله دستور رو جلو خواهیم برد یه مقداری چند جلسه و بعدش کتاب رو هم آغاز میکنیم. در کنار کتاب انشاءالله جزوه دستور رو هم پیش میبریم، آرایه ها رو هم که به هر آرایه جدیدی همونطوری که در درس جلسه اول دیدید وقتی برسیم، هر آرایه جدیدی رو که بهش برسیم با هم مرور خواهیم کرد. همه آرایه هایی که شما برای آزمون نهایی سال دوازدهمتون هم نیاز خواهید داشت رو ما انشاءالله در طول سال با هم خواهیم خون. چون جلسه اول کلاس آفلاین بود و کامنتی ما نمیتونستیم داشته باشیم، اگر از درس جلسه اول از روی جزوه دستور اگر از درس جلسه اول سوالی باقی مونده که متوجه نشدید حتما توی کامنت بپرسید. در هر جای درس هم من مکس میکنم سوالهاتون رو خواهم دید و بعدش انشاءالله ادامه خواهیم داد. جلو نمیریم تا همه تون با ما پیش بیاید. خب اگر خاطر شریفتون باشه من در واقع شروع کردم، بعدش کامنت ها رو به خدمت شما عرض خواهیم دید. این الان قفله صفحه؟ درس رو که تا در واقع شروع کردم و یه مروری کردیم برمیگردم و میبینیم. ما جلسه اولمون درس واحدهای زبان رو آغاز کردیم. واحدهای زبان رو از بزرگ به کوچیک شروع کردیم به تعریف کردن. از جمله مستقل آغاز کردیم. جمله مستقل رو گفتیم. جمله رو بعدش تعریف کردیم. تعریف جمله مستقل این بود که معنای مفید داشته باشه. معنای مفید به این معنا بود که شنونده منتظر ادامه نباشه و طبیعتاً اینجا لحن مهم میشه. گفتیم که توی تعریف جمله مستقل ما نیازی به ساختار عبارت نداریم، فقط معنا مهمه. تعریف جملهمون با به حضور شما عرض کنم که تعریف جمله با فعل بود. گفتیم تعداد فعل‌ها تعداد جملات ما رو تعیین می‌کنن. طبیعتاً ما جملات بی فعل داریم که جملات استثنایی هستند، مثل منادا یا جملاتی که توش فعل حذف به قرینه لفظی یا معنوی شده که جلوتر با هم خواهیم دید به چه معناست. اینها رو هم به حضور شما عرض کنم که با هم دیدیم. گروه بعدی که با هم تعریفش رو داشتیم و تعریف کردیم، شنیدیم و دیدیم تعریفش چیه، در واقع گروه بود. دیدیم که گروه در واقع نقش های اصلی ما بودن. نقش های اصلی ما چیا بودند؟ نقش های اصلیمون همون پنج به علاوه یک بودن. تابلوی که من الان دسترسی به تخت ندارم، دارم وقت میکشم دیگه. نه، نقش های اصلیمون پنج به علاوه یک بودن. پنج تا نقش اصلی به علاوه قید که بودن فعل، نهاد، مفعول، مسند، متمم به علاوه قید. این پنج به علاوه یک ما نقش های اصلی بودن که گفتیم گروه همون رو اینها تعیین میکنن، به این معنا که
ما نقشه اصلی رو پیدا میکنیم، گروه همون در میاد. حالا گفتیم ممکنه گروهمون چند عضوی باشه، یعنی هسته‌ای داشته باشه و وابسته هایی. ممکنه تک عضوی باشه، فقط هسته باشه. بعد دیدیم که توی گروه هسته نقش خود گروه رو میگرفت، وابسته ها به خدمت شما عرض کنم که نقش های خودشون رو میگرفتن، یعنی نقش اصلی گروه رو خود هسته به عهده می گرفت. روش تشخیص هسته رو هم زود باشین داره تموم میشه دیگه. روش تشخیص هسته رو هم که به خدمت شما عرض کنم که با هم دیدیم، گفتیم اولین واژه‌ای که نقش نمای اضافه داره، مثلا درخت بلند، درخت اولین واژه‌ای که این کسر اضافه رو میگیره. اگر نقش نما نداشتیم آخرین واژه گروه، مثلا همین پنج درخت، ما اینجا کسر اضافه نداریم، میشه آخرین واژه گروه. این میشه به حضور شما عرض کنم که روش تشخیص هسته. حالا میخوایم بریم به سراغ گروه در واقع واحد بعدی زبانیمون که واژه است. تعریف واژه رو میبینیم، بعد تعریف تک واژ، هجا و واژ رو انشاءالله با هم خواهیم دید. یه دقیقه ما وقت بدین این حل شه و ردیفش کنیم. فقط صفحه مشکی هم بیزن. خب ببخشید یه خورده طول کشید، برگشتیم.
خب این در واقع سه تا واحد اول، حالا میخوایم بریم به سراغ واژه. تو کامنت ها سوالی نداریم تا اینجا؟ یه نگاه بندازین ببینید اگه سوالی نداریم بریم شروع کنیم ادامه رو بدیم انشالله واحد های زبانی رو که درس دادیم، بعدش میریم به سراغ تمرینات بخش واحد های زبان. یه سری از بچه ها میگن ما جلسه اولمونه چیزایی که قبلا درس دادیم رو ما ندیدیم، میشه بدین کامنت ها رو ببینم؟ جلسه اول همه کلاس های درس های در واقع تاملند به صورت آفلاین بارگذاری شده و استفادهش برای همه آزاد بود و به صورت خاص به بچه ها گفته شده بود که همشون در واقع این جلسه اول رو فیلمش رو ببینند. حالا تا اینجا من یه مروری کردم از اون چی که از دستور گفتیم، چون جلسه اول من یه سری توضیحاتی راجع به خود کلاس دادم که حتما ببینید فیلمش رو، یه قسمتی از دستور رو با هم دیدیم، به خدمت شما عرض کنم که همین مقدار از دستور رو با هم درس دادیم و یه ذره از کتاب رو. بنابراین فیلم جلسه اول که توی سایت بارگذاری شده براتون حتما ببینید. حالا تا اینجاشو که من به خدمت شما عرض کنم که یه مروری کردم، حتما ببینید، یه توضیحاتی داره که توضیحاتش مهمه. خب این هم از این. آقای مریخی جزوه انشالله براتون بارگذاری خواهد شد، همین امروز انشالله من پیگیری میکنم جزوه دستور براتون بارگذاری بشه به روی چشم حتما. این هم از این ردیف. بسیار خوب، تا اینجا پس ما توضیحاتی که دادیم همینی بود که با هم دیدیم، حالا یه ذره مفصل ترش توی درس جلسه اول. ممنونم، کامنت ها رو دیگه لازم ندارم. خب بریم به سراغ واژه. واژه کوچکترین واحد زبانه. باز من تکرار میکنم، این عبارت کوچکترین که ما توی همه تعریف هامون میبینیم، این عبارت کوچکترین تو جلسه اول گفتم، در واقع ما داریم دو طرف تعریفمون رو میبندیم، یعنی کوچکترین واحدی که این ویژگی رو داره. نمیگیم واحد کوچیکیه، جمله مستقل رو هم ما گفتیم کوچکترین واحدی که فلان، نمیگیم واحد کوچیکیه، داریم میگیم با این کار داریم نشون میدیم که این تعریفمون محدودش اینجاست، یعنی کوچکترین واحدی که این ویژگی را دارد، داریم تعریفمون از دو طرف میبندیم. خب حالا واژه کوچکترین واحد زبانه که دو تا ویژگی داره. بذار من اینا رو ردیف کنم. یک، استقلال معنایی داره، معنای مستقل داره. دو، نقش پذیر. خب نقش پذیری معلومه، واژه حتما باید یه نقشی داشته باشد. ویژگی دوم استقلال معناییه. یعنی چی؟ استقلال معنایی یعنی این که به تنهایی معنا داشته باشه. یه تخته به من بدین زحمت. خب ما مثلا یه واژه‌ای داریم، اسب. واژه اسب به تنهایی معنا داره، ببینیم میفهمیم یعنی چی. واژه درس استقلال معنایی داره، تا اینجا درست، معنای مستقل داره، یعنی به تنهایی معناشو متوجه میشیم. نقش پذیره، ویژگی دومش نقش پذیره، یعنی تو جمله نقش میگیره که اون تو جمله معلوم میشه. خب حالا ما یه سری نقش نما هم داریم، نقش نماها توی فارسی چند تا دستن؟ حروف اضافه مثل از، در، برای و مثال هاش، به،
یه سری حروف ربط داریم، مثل و، مثل که، مثل تا. اینا حروف ربط، اینا هم نقش نمان دیگه. نقش نمای نشانه مفعول رو داریم که معمولاً راه. خب البته این را میتونه به معناهای مختلفی به کار بره. یکی از درس‌های دستورمون انواع را رو با هم خواهیم دید ایشالله. خب یکی دیگه از نقشنماها نقشنمای اضافه است که همون کسره اضافه بهش میگه. کسره اضافه چیه؟ تو ترکیبای اضافی و وصفی بین موصوف و صفت یا بین مضاف مضاف الیه یه کسره میاد. مثلا در کلاس، این کسره که نقشنمای اضافه است. گفتیم هسته گروه هم با همین تشخیص میدیم، اولین واژه‌ای که کسره میگیره. یا مثلا تو ترکیبای وصفی میگیم درخت بلند، که خیلیاتون ه میذارین جاش که نبینم اصلا کسی ه به جای این کسره گذاشته باشه. خب به این میگیم نقشنمای اضافه. خب حالا تو فارسی ما گفتیم اینا رو واژه حساب میکنیم. تو فارسی نقشنماها هم واژه حساب میشن. چه جوری؟ مگه نگفتین استقلال معنایی داشته باشه؟ بله. استقلال معنایی یعنی چی؟ یعنی آقا این از رو به تنهایی که میبینیم میفهمیم یعنی چی؟ بله نمیتونیم بگیم، معادلی واسهش نمیتونیم بگیم. اگه شما برسید از یعنی چی؟ بله معادلی نداره، ولی به تنهایی که ببینیم معناشو میفهمیم دیگه. برای به تنهایی ببینیم معناشو میفهمیم دیگه. همین یعنی استقلال معنایی. پس اینم یه واژه حساب میکنیم. گرفته چی شد؟ نقش دستوری هم باید داشته باشه. خودشون نقش نمان دیگه اینا. اینم نقشش. پس نقشنماها واژه حساب میشن. مثال بزنم براتون واسه اینکه معادل نداریم. مثلا من میگم هوا گرم است. هوا چطور؟ میگم هوا گرم است. خب هوا رو میدونیم یعنی چی؟ استقلال معنایی داره، نقشم داره، نهاده. گرم رو میدونیم یعنی چی؟ استقلال معنایی داره، نقشم داره. است یعنی چی؟ است یعنی چی؟ معناشو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ میفهمیم. معادلی واسهش نداریم. تابلوتر از این؟ معادلی براش نداریم. معناشو میفهمیم ولی معادلی براش نداریم. آیا به این معناست که اصل معنی نداره؟ اصل معنا داره، استقلال معنایی هم داره، یعنی مستقلن به تنهایی معنا داره. نقشم که نقششم فعله دیگه. پس اصل واژه است. حالا برمیگردیم صفحه قبل، اینا هم همینطور. از یعنی چی؟ نمیدونم، معادلی ندارم واسهش، ولی معناشو میفهمم. تو جمله ببینم کسی لازم نیست معناش کنه واسم، معناش برام واضحه. و معناش برام واضحه. به معناش برام واضحه. ولی معادلش چیه؟ معادل واسش ندارم. آره، ولی این به معنای این نیست که استقلال معنایی نداره. خب تا اینجا درست؟ حالا این چی؟ پس اینا رو فهمیدیم، اینا نقشنمان واژه هم هستن. تکلیف این چیه؟ تکلیف این چیه؟ این که دیگه واقعا میخوای بگی این کسره استقلال معنایی داره؟ بله
استقلال معنایی داره. چیه ماجراش؟ اگه حالشو دارین تو 3 دقیقه میگم. برخلاف تصور، فارسی از زبانهای هندو اروپاییه. همه فکر میکنن فارسی با عربی همریشه است، در حالی که فارسی و عربی هیچ قرابت ریشه‌ای با هم ندارن. عربی از زبانهای سامی آرامیه، فارسی از زبانهای هندو اروپاییه. فارسی با زبانهای مثل انگلیسی، آلمانی، فرانسه و مثالهاش همریشه است. عربی با زبانهایی مثل عبری و اینها همریشه است. واسه همینه که ماها معمولا دستور عربی رو سخت میفهمیم، چون دستور عربی هیچ ربطی به دستور فارسی نداره. دستور انگلیسی رو خیلی راحت تر میفهمیم، معمولا هممون اینجوریه، چون اصلا اینا یه مدل دستوری، ساختار دستوریشون یکیه. خب تا اینجا رو داری. حالا تو زبانهای هندو اروپایی ما واسه نقش نماها یه واژه مستقل داریم همیشه. تو زبانهای مختلف واسه این نقش نماها معادلهای مختلف داریم. حتی تو فارسی اردو خیلی جالبه، به جای این رو داریم. کی؟ خانه کی؟ من، یعنی خانه من. تو فارسی اردو، تو پاکستانی نگاه کنین، متن پاکستانی رو یه لحظه گوگل کنی 15 تا از این میبینی، متنای فارسی اردو رو یه دقیقه سرچ کنی از اینا الا ماشاءالله میبینی. خب این از کجا اومده تو فارسی؟ این واسه خود منم خیلی سوال بود و تهش رو در آوردم. ما تو فارسی پهلوی همچین چیزی نداریم. تو فارسی پهلوی و فارسی های باستانی ترکیب های اضافی و وصفی به 2 صورت به کار می رفتن. یکی ترکیب های مغلوب، نمی گفتن مرد پیر، می گفتن پیرمرد. یکی ترکیب های مغلوب، 2 یعنی جای موصوف و صفت عوض میشه، میشه 1 واژه. 2 استفاده از رای فک اضافه. رای فک رو به شما بعداً توضیح میدم. راییه که بین مضاف مضافان الیه میاد، این دوتا رو از هم تفکیک میکنه، جدا میکنه. مثلا به جای عبارت در خانه میگفتن خانه را در. تو متنای تاریخی حتما از این دیدیم. ما این کاربرد رو داشتیم و اون ترکیب های مغلوب مثل پیرمرد. همچین چیزی در فارسی نداشتیم. احتمالاً به قرینه و در اثر تداخلی که فارسی و عربی پیدا کردن، این از عربی وارد فارسی شده. ما تو فارسی برای این هم یک نقش نما داشتیم، همین را. و اگر دقت کرده باشید از گویش های اصیلی که توی فارسی وجود داره، از فارسی پهلوی به جا مونده، گویش گیلکیه. تو گویش گیلکی این ترکیبای مغلوب رو شما زیاد میبینین. خاله پسر، پسر خاله، این ترکیبا خیلی استفاده میشه. این چون بازمانده فارسی پهلویه. اینم از این. پس نقشنماها واژه حساب میشن، یادت باشه. اینم دلیلش. کامنت ها رو ببینم چیزی گفتن یا نگفتن. خب
خانم کریمیان، استقلال معنایی به همین معناست. یعنی اینکه وقتی شما این واژه رو میبینید معناش رو متوجه میشید. بله باز به همون تکرار میکنم، معادلی واسهش نداریم، قبوله، ولی معناش رو میفهمیم. همین استقلال معنایی یعنی همین، به همین معناست. خب بله دقیقاً آقای خانم کاربر، لطفاً اسم بذارین دیگه، این کاربر و فلان و اینا رو بیخیال شین، اسم بذارین بابا، اسم بذارین بفهمم با کی دارم حرف میزنم، آ بدونم آقا باید صدا کنم، خانم صدا کنم، چه وضعش کاربر. خب این هم از این، بریم به سراغ ادامه، برگردیم سراغ جزوه. پس این شد تعریف واژه. واحد بعدی تکواش. واحد بعدی تکواش. تکواش کوچکترین واحد زبانه که معنا داره. فرقش با واژه چیه؟ واژه باید معنای مستقل می داشت. تکواش لزوماً اینجوری نیست. برگردیم سراغ تخته. مثلا ما واژه کتابخانه داریم. خب واژه کتابخانه داریم. واژه کتابخانه کلش یک واژه است. چرا؟ چون کلن یه نقش در جمله میگیره. میگم به کتابخانه رفتم. خب این کتابخانه نقشش متممه. حالا چه نوع متممیه باش، کلش یه نقش میگیره. گفتیم دو تا شرط و همزمان باید داشته باشه، استقلال معنایی، نقش پذیری. الان کتابخانه درسته که کتاب استقلال معنایی داره، خانه هم استقلال معنایی داره، ولی به تنهایی نقش نمیگیرن. کتابخانه کلش یک واژه مرکبه. خب حالا خود این کتابخانه چند تا جزء معنادار داره؟ دوتا. گرفتی چی شد؟ چند تا تک واژه؟ دوتا. یعنی شما باید بیای ببینی واژت رو به اجزای معنادار کوچیکتر میتونی تقسیم کنی یا نه. ما دیگه نه کتاب رو میتونیم به جزء معناداری تقسیم کنیم نه خانه رو. میشه دوتا تک واژه. خب مثال بعدی لطفاً خوب گوشت با من باشه. رفته اند فعل دیگه، گروه فعلی، یک واژه است کلش دیگه. خب یک واژه است، نقشش فعل. خب چند تا تک واژه فکر کنید؟ چند تا تک واژه؟ یه دونه تک واژمون که این رفته بونه مازیمونه، رفت بونه مازیمونه. خب فعل رفته اند زمانش چیه؟ ماضی نقلی. از کجا فهمیدی؟ از این، از این ه. پس این ه معنا داره، پس تک واژه. خب رفتن چندم شخص؟ سوم شخص جمع. از کجا فهمیدی؟ از اون اند انتهاش. پس این تک واژه. چرا؟ چون معنی داره. پس فعل رفتند سه تا تک واژه. درسته؟
مثال بعدی با من بیا جلو. فعل رفت، علی رفت، فعل رفت چند تا تک واژه؟ ببینم میگید. فعل رفت یه تک واژش که همین بنمازیه که اینجا داشتیم، تابلوه، بنمازی مصدر رفتن. اما این با این یه فرقی داره، این بن این فعله. فرق بن و فعل چیه؟ بن شخص نداره ولی فعل شخص داره. رفت چندم شخصه؟ سوم شخص مفرد. از کجا فهمیدی؟ از اونجایی که شناسه نداره. پس این شناسه نداشتنه یک نشانه معناداره، پس تک واژه. بنابراین میگیم رفت دو تا تک واژه، یکی بن رفت، یکی تک واژه صفر. یک بار برای همیشه، این تهی نیست آقایان خانم ها، این علامت تهی نیست، این صفره. این فرق داره با اون تهی که در واقع فی یونانیه، این یه چیز دیگه است. این از کجا اومده؟ زمانی که ما دبیرستان بودیم تازه کامپیوتر اومده بود، ببخشید ما راهنمایی بودیم تازه کامپیوتر اومده بود. خب تو زبان برنامه نویسی کامپیوتری، اون موقع زبانهای برنامه نویسی مثل بیسیک، کیو بیسیک، اینا تحت داس بودن. دوستانی که میدونن داس فونت نداره. توی جایی که فونت وجود نداره، حرف او انگلیسی و عدد صفر تفاوتی نداره. واسه همین تو کد نویسی ها، برای اینکه صفر با او متفاوت باشه، تو صفر یه خط میذاشتن که معلوم بشه این عدد صفره. حالا چرا تک واژه صفر؟ چون مثل صفر که به نظر میاد هیچی نیست ولی یک عدده، اینم به نظر میاد هیچی نیست ولی یک نشانه معناداره، شناسه است، تک واژه. مثل چی؟ مثل این که من میرم توی شهری، بعد وارد اولین خیابون شهر میشم، میبینم که سه تا مغازه تعطیله. بعد یه مغازه وازه، اون مغازه توجه منو جلب میکنه. برعکسش هم باشه همینه. من میرم سر یک کلاس، میبینم همه بچه ها کلا سرشونه، یه نفر کلا سرش نیست. اون کلا نداشتنه یه نشونه معنا داره. اولین چیزی که توجه منو جلب میکنه همونه. گرفتی چی شد؟ پس این وقتی همه فعلا شناسه دارن، یه دونه چون شناسه نداره، این شناسه نداشتنه یک نشانه معنا داره، پس تک واژه. پس فعل رفت دو تا تک واژه. خب حالا مثال بعدی، واژه اسب سواری. چند تا تک واژه؟ یکی اسب، یکی سوار، یکی ای. کوچکترین جزء معنادار. دیگه اینو نمیتونیم به اجزای معنادار کوچکتر تقسیمش کنیم. کوچکترین جزء معنادار میشه تک واژه. درسته؟ اسب سواری، اسب سوار، ای، این میشه سه تا تک واژه. خب حالا پس همینجا میتونیم تقسیم بندیشو ببینیم. پس تک واژه دو نوع داریم، یکی اونایی که معنای مستقل دارن، یکی اونایی که معنای مستقل ندارن. برگردیم سراغ جزوه. تک واژه دو نوعه، تک واژه آزاد که معنای مستقل داره،
تک واژه وابسته که معنای غیر مستقل داره. حالا تک واژه آزاد خودش دو نوعه. قاموسی و دستوری. اون چیزی که شما لازم بلد باشید همین آزاد وابسته است. اسمای اینا رو بلد نمیخواد باشید. من مینویسم انواعش رو ریزتر، بعدم به کارتون میاد. اسمش مهم نیست، رسمش مهمه. تک واژه وابسته دو نوعه: تصریفی، اشتقاقی. خب تک واژه‌های آزاد قاموسی همه اسم‌های ساده بن فعل‌ها و ضمیرها، اینا میشن تک واژه آزاد قاموسی. تک واژه‌های آزاد دستوری معنای مستقل داره، جز اینا نیست. نقش نماها، حروف اضافه، حروف ربط، خب تک واژه‌های وابسته تصریفی چیا میشن؟ تر و ترین، یه نکره، نشانه های جمع، شناسه ها و تک واژه‌های فعلی. تر و ترین، یه نکره، نشانه های جمع و شناسه ها تکلیفشون معلومه. تک واژه‌های فعلی چی هن؟ برگردیم سراغ تختمون. نگاه کن توی رفته اند، این که تک واژه آزادمون بود معلومه، اینم که شناسمونه، تک واژه وابسته، تک واژه فعلی. این مثلا بگویم این که بن مضارع از مصدر گفتنه، این که شناسمونه، این به میشه تک واژه فعلی. می توی میروند، به در بروند، رفته اند اون ه، اینا تک واژه فعلی هست. حله برگردیم سراغ جزوه. و در نهایت تک واژه‌های وابسته اشتقاقی، تک واژمون وابسته است یعنی معنای مستقل نداره، اسمش هم اشتقاقیه یعنی یه ربطی به مشتقها داره. تو فارسی مشتقها چجوری ساخته میشن؟ نه خیر، تو فارسی ریشه نداریم. اونی که داره میگی مال عربیه، تو فارسی ریشه نداریم، ریشه سه حرفی مال عربیه. تو فارسی مشتقها با وند ساخته میشن، پیشوند یا پسوند. تک واژه ساده پیشوند یا پسوند بگیره واژه مشتق میسازه، میانوندم نداریم، بعدا توضیحشو میدم. پس اینم شد وندها. اصلا نگران نباشی ها، همه اینا رو تو تمرین ها مصبشو در میاریم. اگه فکر میکنی که یه ذره الان شلوغ پلوغه و متوجه نمیشی و فالا، من سر تا پا سیاه هم، وایت بالانس تخته رو فکر کنم دوربینو به هم ریختم، نه چی تقریبا چیزی رو تخته دیده نمیشه رو تصویر شما، برمیگردم همونجا. اگه حس میکنی که الان یه ذره شلوغ پلوغه و گیت شدی، نترس، برمیگردیم موقع تمرین ها همه چی رو ردیف میکنیم. خب بسیار خب، بیه کامنت ها رو اگر به من نشون بدین من ببینم سوالی هست یا نه. اگر سوالی نیست برم سراغ واج و بعدش هم یه واحد زبانی وسط اضافه کنم. خب بسیار خوب خانم اسدی، توضیح میدم، چشم، جلوتر تو تمرینات توضیح میدم.
به خدمت شما نقشنمایی داریم که تکواژ باشه. خانم فرنوش، همه تکواژهای در واقع همه واژه‌هایی که یه دونه تکواژن، تکواژ آزاد هم حساب میشن دیگه، واژه‌های ساده یه دونه تکواژ حساب میشن، بنابراین نقشنماها یک تکواژن دیگه، به جزء معنادار کوچکتری قابل تقسیم نیستن. خب بسیار خوب خانم سفرخواه، اگر فارسی تایپ کنید که خیلی ممنون میشم. خب تکواژهای گلخانه رو بخوام میشه دو تا؟ بله خانم حجازی کاملا درست. گلاب خانم پاکزاد دو تا تکواژ میشه، گل آب، تمام. بله هواپیما دو تا تکواژه شد رفت، هوا و پیما. آقا یا خانم کاربر، دلیل این که اینو به شما تو مدرسه نگفتن، خانم فرنوش دیگه این سوال معنی نداره، باید ببینیم چه صفتی در واژه به کار، اصلا به نقشش ربطی نداره، این واژه خارج از جمله داره بررسی میشه که ساختمان این واژه چجوریه، اصلا ربطی به نقش دستوری نداره، میتونه صفت باشه میتونه همینجوری باشه. آقا یا خانم کاربر، چرا اینا رو تو مدرسه به شما نگفتن؟ به خاطر اینکه اینا از سرفصل در واقع کنکور و کتاب امتحان نهایی حذف شده، قبلا تو کتاب بود. اما اینی که من به شما میگم به این معنی نیست که مستقیما به کارتون میاد، ولی یه ذره تحمل کنید، یه چند جلسه بریم جلوتر، تو مباحث دیگه دستوری به شما نشون میدم که چقدر اینا دید شما رو تو دستور باز میکنه، اینا به شما فهم زبانی میده، به شما کمک میکنه دستور رو راحت تر درک کنید. ممکنه مستقیما از این مبحث، مثلا تکواژ، والا واژه و گروه هستا، ممکنه مستقیما از تکواژ سوالی مطرح نشه، اما اینا به صورت در واقع غیر مستقیم به شما در درک دستور کمک میکنن، خیلی هم کمک میکنن. چند جلسه با من همراه باشین، تحمل کنین، ببینین تأثیر داره. خب سرما یک تک واژه. حالا جلوتر به مثال‌های متعدد میرسیم، تمرین داریم، نترسید، تمرین حل میکنیم حسابی، همه چی جا میفته واسه. خب میرسیم به واج، که گفته شده واج کوچکترین واحد زبانه. اول یه نکته رو بگم، ما اینجا یه واحج و واحج اینجا یه واحد و لایی کشیدیم زیرابی رد کردیم. حواست باشه که اینجا یک واحد دیگه داریم به نام هجا، برمیگردم سراغش، با این هجا کار داریم. خب واج کوچکترین واحد زبان، یه تخته به من بدیم. طبیعتاً دیگه تکواژ آخرین واحد معنا داره دیگه، واج معنا لزوماً نداره، کوچکترین واحد زبان. ما تو واج هامون توی فارسی دو دستن، یکی حروف صامتن که همون بی صداهان، یکی مصوت های ما هستن که حروف صدا دارن. خب مصوت ها در فارسی 6 تا، 3 تا مصوت کوتاه ا ا او، 3 تا مصوت بلند ا ای و او. حروف صامت در فارسی 23 تا صامت داریم. چجوری 23 تا؟ خیلی ساده است، حروف مشترک رو می نویسیم، در واقع اضافه هاشو خط می زنیم. مثلا ز ز ز
و ز در فارسی یک صامتن. چرا؟ چون یه صدا دارن. تو عربیه که صداهاشون متفاوته، تو فارسی اینا یه واژه حساب میشن، حالا به شکلهای مختلف نوشته میشن، وگرنه اینا یک واژن. من مثلا سر کلاس به شما نمیگم صبر کنید، میگم صبر کنید. بنابراین تو فارسی سین، صاد و سه یک واژن. من نمیگم سر جاتون ثابت بشینید، این کلاس جلسه اولش ضبط شده، نه خیر، میگم کلاس جلسه اولش ضبط شده. اینا تو فارسی یک واژه حساب میشه. ه و ه، ت دو نقطه، تای مؤلف، همزه و عین. همزه رو بد نوشتم، پاکش کنم که به اشتباه نیفتید. همزه و عین، قاف و غین، اینا یه واژه. بنابراین مشترکاش رو حذف میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 32 تا حرف تو فارسی داریم، 9 تاش میره میشه 23 تا واژ صامت. پس ما در فارسی مجموعاً 23 تا صامت داریم، 6 مصوت که میشه 29 واژ در فارسی داریم. حالا یه نکته حواست باشه، حواست باشه، ما تو فارسی یه صامت و داریم، یه مصوت او، دو تا واژ مختلفن. یه صامت و داریم، من میگم واجب و صامته، یه مصوت او. یه صامت یه داریم، میگم دریا، یه اینجا صامته، ولی یه جا میگم آبی، ای مصوته. دو تا واژه مختلفن، فقط به یه شکل نوشته میشن. گرفته چی شد؟ خب این واژهای ما. حالا برگردیم سراغ تختمون. یه واحد این وسط لایی کشیدیم، گفتیم هجا. هجا چیه؟ هجا همون چیزیه که شما وقتی دبستان بودین بهش میگفتین بخش، گفتین بخش، استفاده، این میشه هجا. چرا هجا رو تو این واحد ها نیاوردیم؟ چون تعریف دقیق نداره. گفته میشه هجا کوچکترین واحد زبانه که با یک نفس ادا میشه. خب من میتونم بگم استفاده، بنابراین هیچ چیز ویژه اینجا نداره. خب هجا تعریفش به مصداق. یعنی چی؟ یعنی میگیم ما تو فارسی هجاهامون فقط و فقط به شش صورت از کنار هم قرار گرفتن صامت ها و مصوت ها ساخته میشن. 10 دقیقه گوشت با من، میخکوب، برگردیم سراغ تخته. یعنی چی؟ ما به این میگیم الگوهای هجایی. الگوهای هجایی یعنی چی؟ یعنی تو فارسی فقط هجاها به این 6 صورت ساخته میشن. از حالا واسه اینکه کارمون راحت باشه، به جای حروف صامت از سی، این قرارداد بین المللیه ها، من ابداعش نکردم، به جای مصوت های کوتاه از وی و به جای مصوت های بلند از وی بار استفاده میکنیم. سی، وی و وی بار، صامت، مصوت کوتاه، مصوت بلند، واسه اینکه راحت تر باشیم تو نوشتن، واسه همون راحت تر باشه. خب حالا الگوهای هجایی رو از چپ به راست می نویسیم، چون انگلیسیه دیگه. الگوی هجایی اول میشه سی وی،
صامت مصوت کوتاه مثلا و صامت مصوت کوتاه که حواست باشه ه خونده نمیشه ها، اون چیزی که شنیده میشه ملاک، نه اون چیزی که نوشته میشه. صامت مصوت کوتاه. خب دو، صامت مصوت بلند ما او، یه نکته، او بخوایم واژه ها رو بنویسیم، نگاه کن یه صامت همزه داریم، یه مصوت او. در فارسی هیچ هجایی با مصوت آغاز نمیشه. تو تلفظ نگاه کن، دستتو بذار رو گردنت، تلفظ کن او. اون لرزشی که حس میکنی لرزش صامته. حروف صامتن که تو تارهای صوتی لرزش ایجاد میکنن، مصوتا لرزش ایجاد نمیکنن. واسه همین ما نمیگیم آفتاب، ما میگیم آفتاب. آ اون لرزشه رو حس کن، بذار حس کن. آ اون لرزش صامت همزه است. گرفته چی شد؟ خب سه، صامت مصوت کوتاه صامت مثل سر. سه فتح ر مثل نوح. اینجا دیگه هش خونده میشه. خب چهار، صامت مصوت بلند صامت مثل ماه، هش خونده میشه، مثل نور. پنج، صامت مصوت کوتاه صامت مثل دست. مثل پشم صامت مصوت کوتاه صامت. و شیشومی و آخریش سی، وی بار سی صامت مصوت بلند صامت مثل ماست، مثل ریخت صامت مصوت بلند صامت. خب حالا نگاه کن، تو فارسی هجاها فقط این شش صورت کنار هم قرار میگیرن. امکان نداره واژه‌ای بیارید که هجاها غیر از این کنار هم قرار گرفته باشن. مثلا واژه استفاده را برعکس نقطه گذاشتم. واژه استفاده صورت واجی از راست به چپ نوشته میشه. نگاه کن، اس ت فا د، ه نداره ها. خب از راست به چپ، حالا از چپ به راست الگوی هجاییشو می نویسم، میشه اس سی وی سی ت سی وی فا سی وی بار د سی وی. تو فارسی امکان نداره واژه‌ای وجود داشته باشد که الگوی هجاییش از این شیش حالت خارج باشه. همونطوری که میبینیم تو فارسی هیچ هجایی با مصوت آغاز نمیشه. دو، همه هجاها یک مصوت و فقط یک مصوت دارن. پس توی یک واژه اگه بخوای تعداد هجاها رو به دست بیاری مصوتاشو بشمر، تعداد مصوتا برابره با تعداد هجاها. حالا نگاه کن چه اتفاق باحالی میفته.
واژه‌ای از زبان دیگری وارد فارسی میشه start. الگوی هجاییش با فارسی همخونی نداره. start الگوی هجاییش اینه C, C, V bar, C, C. ما همچین هجایی تو فارسی نداریم. چی تلفظ میکنیم؟ میگیم استارت. ما نمیگیم استارت بزن بریم، میگیم استارت بزن بریم. بنابراین این واژه تبدیل میشه به استارت. الگوی هجاییش میشه C, V, C, C, V bar, C, C. حالا مطابق شد. کسی اینا رو به ما یاد داده؟ نه. ناخودآگاه ما فارسی زبانی. اصلا کسی لازم نیست این چیزا رو بلد باشه که بگه این قابلیت فارسی زبان هاست. ناخودآگاه همه چی رو واسه زبان خودشون منطبق میکنن. واژه از فرانسه وارد فارسی میشه. واژه لوستر. الگوی هجاییش C, V bar, C, C, C. ما همچین الگوی هجایی نداریم. چی تلفظ میکنیم؟ میگیم لوستر. حالا شد C, V bar, C, C, V, C. واژه از روسی وارد فارسی میشه. تمر. الگوی هجاییش همینه. چی تلفظ میکنیم؟ تمر. اصلا بهشو نمیگیم. هممون هم همینجوری تلفظ میکنیم. این ویژگی یک زبانه که کسایی که به اون زبان صحبت میکنن لزوما نمیدونن چه اتفاقی افتاده، ولی همشون یه چیزای مشترکی با هم دارن. حالا بیا برو پینگلیش تایپ کن ببین چی رو از دست میدی. خب بریم کامنت ها رو ببینیم، بعد بیاریم چند تا تمرین حل کنیم. خب خانم آدینه هیچ دیگه، کنکور هم که نداریم، کتابه چی، کشکه چی، خودم هم خودتون با هم حال میکنیم تو آخر سال، اینقدر خوشگل حال میده همه چی، کتاب متوب هم نمیخواد، هیچ استرسی هم نداریم. نه هیچ ربطی هجا کردن به تک واژا نداره، هیچ ربطی نداره، اون معناییه. این اصلا من چیزی از معنا گفتم اینجا، اینجا فقط تلفظ مهمه. خب خانم پاکزاد تو مثال، الان مثالا رو که زدم متوجه نشدین؟ تو مثال همه چی حل میشه، تو مثال نگران نباشین، اینقدر مثال حل میکنیم. خب خانم کریمیان اصلا لازم نیست حفظ کنین، همین امروز یاد میگیرین تمام میشه میره، چهار تا مثال ازش حل کنیم تمام شده رفته، اصلا لازم به حفظ کردن نی. خب بریم سراغ جزوه‌مون. خواسته واژه‌ها و الگوی هجایی واژه‌ها رو بنویسیم. دو تا چیزه، یکی صورت واجی، یکی الگوی هجایی. یه دقیقه برگردیم سراغ تخته. نگاه کن منو نگاه، این میشه صورت واجی. هجاها رو جدا کن، واژها دونه دونه. صورت واژی رو از راست به چپ می نویسیم. این میشه الگوی هجایی. الگوی هجایی از چپ به راست نوشته میشه. واسه اون واژه‌هایی که تو تمرینه هم صورت واژی هم الگوی هجایی. برگردیم رو صفحه تمرین. دو سه دقیقه وقت میدم لطفاً حل کنید، بیکار نشینید.
کلاسمون آنلاینه که با هم حل کنیم، اگه مشکلی پیش اومد در جا همینجا مشکل رو حلش کنیم. بسم الله شروع کنید. واسه این واژه ها هم صورت واجی هم الگوی هجایی. بسم الله. من یه بار واژه ها رو بخونم براتون. واژه اول هیئت، مؤانست، قرآن خوانان، بیابان، پر اهمیت و متلعلع. حالا بریم. سی به جای حروف صامت، وی به جای مصوت های کوتاه یعنی ا ا او، و وی بار به جای مصوت های بلند. گفتم این یک قرارداد بین المللی واسه ساده شدن در نوشتن. میتونی بنویسی صامت مصوت کوتاه صامت، ولی خب سخته، چه کاریه؟ به جای صامت سی، به جای مصوت کوتاه وی، به جای مصوت بلند وی بار. خب بریم یکی یکی شروع کنیم به حل. جا کمه اینجا واسه نوشتن، ولی خب سعی میکنم ترتمیز بنویسم.
واژه هیئت، اول صورت واجی، هیئت، هیئت، این صورت واجی. الگوی هجایی از چپ به راست، صامت، مصوت کوتاه، صامت، این یه مصوت نیستا، یه صامته. هیئت، نگاه کن، صامت، مصوت کوتاه، صامت، هی، حالا هجای بعدی، ات، صامت، مصوت کوتاه، صامت، دو هجای. واژه بیابان، هجاهاشو نگاه کن، بی یا بان، نمیگیم بیابان، ما تلفظ نمی کنیم بیابان، میگیم بیابان، بی یا بان، بی صامت مصوت بلند، یا این یه با این فرق داره ها، این مصوت یه، این صامت یه، فقط با یه دونه نشونش میدیم، تلفظمون بیابانه، بی یا بان. حالا نگاه کن، بی صامت مصوت بلند، یا صامت مصوت بلند، بان صامت مصوت بلند، صامت. خب حالا مؤانست، مو آ، هیچ هجایی با مصوت آغاز نمیشه، همزه مصوت آ، نه ست، نگاه کن، مو آ نه ست، صامت مصوت کوتاه، صامت مصوت بلند، صامت مصوت کوتاه، صامت مصوت کوتاه، صامت. حالا بریم سراغ اون خوشگله، پر اهمیت، هجا بندی کن، پر اهم، دو تا تشدید داره، حواست باشه، صامت تشدید میگیره یا مصوت؟ فقط صامت تشدید میگیره، مصوت که نمیتونه تشدید بگیره. پر، نگاه کن، می‌نویسم با دقت، با دقت، پر اهم می، این تشدید اولمون میم، این مصوت ای، صامت یه، یمون تشدید داره، اینم تشدیدش، پر اهم، پر اهم میت، پر اهمیت، این مصوت، این صامت، این دوتا صامتن، این مصوت ویباره، گرفتی چی شد؟ نگاه کن الگوی هجایی رو، پر ا هم می یت، پر ا هم می یت. واژه بعدی، قرآن خوانان، قر آن خا، واو نداریم، تلفظ مهمه،
نان، حالا الگو هجایی، قر، قر، آن، خا، نان. واژه آخر متلعلع، از تلعلع میاد، درخشش. مو ت لع ل، مو ت لع ل. کامنتر بدین ببینم. خب نمیخواد تایپ کنین، برای خودتون حل کنین. متلعلع آقای رنجبران عرض کردم یعنی درخشان. معانست از امن، از امن خانم محبوبی، از اونس، همنشینی. سی 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 چرا خانم اسدی؟ آها باریکلا، حالا شد باریکلا، مرسی. خب خسته نباشید، تو هفته بعدش کاری لازم نیست انجام بدیم، دیگه کنکور هم نداریم، امتحان نهایی هم داریم، همینجوری خوشم خوشم با هم پیش میریم. ایشالله یه کاری میکنیم که سال بعد که امتحان نهایی داریم بشینی یه گوشه پاتو بندازی رو پات، فقط بیتای کتابتو بخونی، تمام. آرایه و دستور خیالت تخت. فیلم جلسه اولو حتما ببینید، حتما ببینید. مراقب خودتون باشید، میبینمتون ان شاء الله. یا علی مدد.